سلام به خبرهای این ساعت آریانا نیوز با من احمد زبیر حبیب زاده خوش آمدید. جسد احمد شاه خبرنگار بی بی سی در خوست که روز گذشته در حمله افراد مسلح جان باخت به خاک سپرده شد. احمد شاه روز گذشته توسط افراد مسلح موتورسایکل سوار در منطقه متون شهر خوست مورد حمله قرار گرفت. خبرنگاران در خوست هشدار می‌دهند که اگر تا یک هفته عاملان قتل احمد شاه بازداشت نشود با خبرهای حکومتی و مخالفان مسلح مقاطعه خواهند کرد. این صدا در رادیو و تلویزیون بی بی سی برای همیشه خاموش شد. احمد شاه 29 ساله فرزند بزرگ خانواده بود و این نامزد بود و تصمیم داشت تا در آینده نزدیک ازدواج کند. احمد شاه عصر روز دوشنبه از سوی افراد مسلح موتورسایکل سوار در منطقه متون شهر خوست کشته شد و روز سه شنبه به خاک سپرده شد. پدر احمد شاه میگوید با کسی دشمنی نداشتند و نه کسی تاکنون به احمد شاه هشدار داده بود. دموته بیا هم خیال چې موته شګواخ کړه دا احمد شاه ته شګواخ نه کړه احمد شاه فکر کړ چې احمد شاه داس سړی نه و چې شګواخ میته وکی داس سړی نه و احمد شاه چې شګواخ میته وکی. خبرنگاران جان باختن احمد شاه را زایی بزرگ میدانند و میافزایند که خاطره های فراموش نشدنی از وی دارند. لکنون رسم نگدې ملګری پات شوه ده او یو خوش طبیعت انسان و هیڅ کله مینه پزړه کیږي چې زموږ د مرګرو له ډلې احمد شاه څوک خفه کړی هم وي. خبرنگاران خوست و پکتیا در پایان یک نشست فیصله کردند که اگر قاتلان احمد شاه تا یک هفته دیگر بازداشت نشوند خبرهای حکومت و مخالفان را پوشش نمی دهند. احمد شاه قاتلین معلوم نشی او با سزا و نرسیگی نو بیا در رسنیز دگر ملگری و خبریالان دیتا مجبوریگی در سو در طول خواه سر پریکونی رنگی. احمد شاه اصر روز دوشنبه در حالی در خوز جان باخت که در این روز 9 خبرنگار در کابل جان باختند و یک خبرنگار هم حدود یک هفته پیش در قندهار جان باخت. خبرنگاران در ولایت ننگرهار در یک نشست حملات انتحاری روز گذشته در کابل را محکوم کردند. آنان از طرفهای درگیر جنگ می‌خواهند تا به احترام آزادی بیان در حفظ مسئولیت جانی خبرنگاران توجه کنند. این خبرنگاران از حکومت نیز می‌خواهند تا برای مسئولیت جان خبرنگاران کار بیشتر کند. خبرنگاران در ولایت ننگرهار در سوگ خبرنگارانی که روز دوشنبه در کابل جان باختند اشک می‌ریزند و از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند تا به آزادی بیان احترام بگذارند. دا د ژورنالیزم ټوله کورنۍ ودردوله او دا پیخ مونږ ته د زغم وړ نه دی. خبریالان بی پری خلک دي. آنان جان باختن 9 خبرنگار در کابل و 1 خبرنگار در خوست را وحشت دانسته و تاکید دارند که مخالفان با این حملات میخواهند تا حقایق را از مردم پنهان نگه بدارند. دلته خبریالان د اقتصادی مافیا همدار از د دولت وسلوال و مخالفین و لادرسونو هم گواخل کیږي. د دې ترڅنګ په حکومت کې ځنې کړی چې دلته نامشروع ګټي خوندي دي. خبرنگاران در این نشست از تهدیدهای جدی و مستقیم بر جانشان نگرانی کرده و از حکومت و نهادهای رسانه‌ای می‌خواهند تا در این مورد توجه کنند. خبریال بی‌طرف ده، خبریال د ولس غږ پورته کوي او د خبریال وژل کېدل د ولس غږ ټپول. په دغه ناسته کې مو د رسنیو د بیلابیلو ادارو نه دا غوښتنه وکړله چې نور د خبریالان دې ته ناړ کوي چې د سر په بدله دوی راپورونه برابر کړي، خبرونه برابر کړي ورته. در این نشست برای خبرنگاران جان باخته مراسم فاتحه نیز برگزار شد. والی ننگرهار تعهد میکند که به اندازه توانش برای مسئولیت خبرنگاران کار میکند. ولی دوی لیدنه ویره لری، دوی زکه ویره لری چې دوی د حق آواز نشه تحمل کولی، دوی حقیقت بیانول او حقیقت خودل هم نشه بیانولی. نو دا وقتا یو بزرنه حمله و خبرنگاران در ننگرهار می‌افزایند که با تهدیدهای جدی از هر طرف مواجه‌اند. مسئولان محلی و خبرنگاران در غزنی حمله بر غیر نظامیان در کابل را که در آن 9 خبرنگار جان باخت عمل وحشیانه می‌دانند. فرمانده پلیس غزنی می‌گوید شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI در این حمله نقش دارد.
خبرنگاران در غزنی با حضور مقام‌های محلی این ولایت برای همدردی با خانواده‌های جانباختگان روز گذشته غیر نظامیان به ویژه خبرنگاران در کابل در اینجا گرد آمدند و این عمل شورشیان را مرتبط به آیس‌های پاکستان می‌دانند. از موږ د خاورې از موږ د دین دښمنان د پاکستان د آیس‌های په کمانډه او د دوی د تلیسټو په اجرا کولو سره دوی قرار ندینه. در همین حال والی غزنی میگوید کار خبرنگاری در افغانستان به مانند کار یک سرباز است که در برابر دشمن میرزمند. که دی انسانیت دشمن نه، ایدی له ژورنالیست سره څه کار ده، ایدی د مکتب له ماشوم سره څه کار ده، ایدی له کونډې یتیم سره څه کار ده. د دوه شپې موږ اورو په بعضې ولسوالیو کې د عامو خلکو په لار کې مینونه ږدي تر څو چې لارې ورقطع کړي. رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی و کمیته مسئولیت خبرنگاران از حکومت میخواند تا برای تامین امنیت خبرنگاران کارهای بیشتر کنند. غاک مو پر نړیوال ټولنه پرسن په ملل متحد د دې کې چیرته کیږي چې د ژورنالیستانو د حقونو او د دوی د ژوند د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی استاد افغانستان ته راولیږي تر څو په دې برخه کې کار وکړي. ځینو نورو برخه کې هم خبریالان ستونزې لري، مشکلات لري. د اطلاعاتو په برخه کې د دې ترڅنګ د اطلاعاتو د نه موقع د نه ورکولو په برخه کې بدې هله باندې دغه ګډه همکاري ورستر بلې غښتلې سي. روز دوشنبه دهم ثور از سوی رسانه ها به عنوان یک روز سیاه محسوب می شود. با این حال فعالان مدنی و خبرنگاران در کندز حمله بر خبرنگاران در کابل را سازمان یافته می دانند. آنان وقوع چنین رویداد آن هم در ساحه سبز امنیتی را پرسش برانگیز می دانند. اینجا در ولایت کندز فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران با برگزاری ختم قرآن بر روح جانباختگان حملات انتحاری روز دوشنبه در شجدرک کابل و حملات سازمان یافته بر جان خبرنگاران در ولایت خوست و قندهار گردی هم آمدند. این خبرنگاران با نگرانی از عدم مسئولیت جانیشان حکومت را در تامین امنیت شهروندان به کم توجهی متهم نموده از حکومت میخواهند تا این رویداد را که در ساحه محافظت شده بر جان خبرنگاران صورت گرفته به گونه جدی بررسی کند. چگونه ای کس توانست در بین خبرنگارا بیایه و اینجا انفجار بته و ایده از هم قطارای ما را از بین ببره و یا هم شهید بسازه. ما یک بار دیگر برای مخالفین، برای تروریستا اعلام میکنیم که شما هر قدر ما را بکشین، هر قدر این کاروان مقدس را محکوم بکنین، تهدید بکنین، از بین ببرینشان، خانواده‌هایشان را تهدید بکنند، اینا را از اطلاع رسانه خود دست نمی‌کشند. به گفته آنان این حمله جنایت است و مخالفان با این کار نمی‌توانند با انجام چنین حملات جلوی اطلاع رسانی را بگیرند. حمله که روز گذشته در ششدرک کابل صورت گرفت، حمله انتحاری بالای خبرنگاران، ما این حمله را به شدیدترین الفاظ تقبیح میکنیم و از حکومت خواهش مایی است که طراحان رویداد هر چی زودتر بازداشت بکنه و پنجه قانون بسپاره. ما به سره سره چه دغه ناوړه اعمال چه د ژورنالیستانو د وژلو او یا ربړولو سبب ګرځي په کلکه باندې په دې دشمن هم ولاړ. این در حالی است که در جریان همین هفته سه رویداد بر جان خبرنگاران در چند ولایت کشور صورت گرفته. عبدالمنان ارغان خبرنگار محلی در قندهار، نه خبرنگار در حمله انتحاری ششدرک و با تعقیب آن کشته شدن خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست. خبرنگاران و فعالان مدنی تخار نیز از حکومت می‌خواهند تا امنیت جان خبرنگاران را تامین کنند. آنان در واکنش به حملات انتحاری روز گذشته تاکید دارند که در صورت ادامه این وضعیت آزادی بیان با خطر مواجه می شود. اینجا در تخار شماری از خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، اعضای شورای ولایتی و تعدادی از افراد حکومتی گردی هم جمع شده بر روح شهدای حمله انتحاری روز دوشنبه که 9 تن قربانیان این رویداد خبرنگاران بودند، التهاب ادعا کرده و از حکومت خواستند که جلوی حمله بر خبرنگاران را بگیرد. اینان حکومت را در تامین امنیت جان شهروندان به کوتاهی متهم میکنند. و اینا آزاد هستند و به هیچ طرف قرار ندارند، فقط میخواهند که هر جایی که آزادی است، صلح است، صفا است، صمیمیت است، او را انعکاس بدهند و از خشونت همیشه میپرهیزند. خبرنگارا روح روان یک جامعه هستند و ما جوانان از خبرنگارا در هر شرایط دفاع میکنیم. چون پیام برای دولت دارم که دولتی بزرگوار، دولتی وحدت ملی، اگر توانی امنیتی اینمی مردم نداری لطفا استعفا بده.
از سوی دیگر خبرنگاران از نبود مسئولیت جانی همقدرانشان انتقاد نموده میگویند در صورت ادامه این وضعیت و از بین بردن زنجیری خبرنگاران گلوی آزادی بیان خفه خواهد شد. اگر امنیت گرفته میتونن یک روز مصرف نظامی دولت در افغانستان چقدر میشود؟ وزیر سیبایی که در بخش های امنیتی کار میکنند در دیگه بخش های یک روزه مصرفشان بسنجن چقدر زیاد میشود؟ ما آرزو داریم که آزادی بیان خفه نکنن، امنیت خبرنگارا را بگیرن. اگر واقعا نمیتونن که امنیت خبرنگارای ما را تامین بکنن، قسمی که دیگه دوستای ما گفتن حکومت را رها بکنن، بگذارن که حداقل ما یک راه خود را پیدا بکنن. که جنایت این گروه هیچ توجیهی نداره. بیاین منابع را برای معرفی این گروه حداقل برای لحظات اختصاص بدیم تا این گروه وحشتناک کلگی مردم بشناسند. شرکت کنندگان این نشست با نگرانی میگویند که خبرنگاران چشم بینا و گوش شنوا در جامعه اند، نباید به آنان آسیب برسد. در حمله روز دوشنبه که داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، 9 خبرنگار جان باخته و 7 خبرنگار دیگر زخم برداشتند. از سوی هم خبرنگاران بغلان میگویند حکومت هنوز هم در تامین امنیت جان خبرنگاران ناکام بوده و در عمل هیچ برنامه‌ای را در این بخش روی دست ندارد. خبرنگاران بغلان تاکید بر بی‌طرفی و ادامه کار رسانه‌ای در کشور را دارند. محمد زاکر نوری گزارش می‌دهد. خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها در بغلان حمله انتحاری بالای گروه از خبرنگاران را در کابل و ترور خبرنگار بی بی سی را در ولایت خوست نکوهش کردند. ای از نهایت بزدلی او کسایی هست که افراد ملکی خبرنگارای تاسیسات غیر نظامی را هدف قرار میدن، مثل که دیروز خبرنگارای ما را هدف قرار دادن. اما که باید دولت هم در اوی امنیت ونیسی ترسو با دست غمیز پیک رمزده کیگی او زمان بیگونا خبریلان چه هیچ شینو نلری یو قلم ده و کمره ده و مایک دن او دوی لمنززی. آنان تاکید بر ادامه کار رسانه‌ای و بلند رفتن ظرفیت خبرنگاران را دارند. درست هم که دولت مردای ما در رأس قرار دارن، وقت را تامین امنیت خبرنگاران و رسانه ها سلحنگاری نکنن و بیشتر امنیت جدی تر بگیرن. یا باید آموزش امنیتی بر خبرنگارای ما داده شود. لساحاتی که ناامن است، لساحاتی که حادثه های انتحار انفجار میشه. از سوی هم اطلاعات و فرهنگ و پلیس بغلان اطمینان میدهد که آنان آماده همکاری با رسانه ها اند. کمیته مسئولیت خبرنگارا اقدامات شدید بگیرند تا اینکه خبرنگارای ما برای انعکاس حقایق خوبتر و با اطمینان کار کنند. قومندان صاحب امنی ولایت بغلان همیشه امید تاکید کرده که خبرنگارا را امنیت خوبتر و بیشتر بگیرند. هر جایی که میرن باید پلیس در جریان بانند و با ایشان همکاری و امنیتی بتیم که تا جایی که مشکلات می باشه مشکلاتشان رفع شود. خبرنگاران بغلان تاکید دارند که این گونه تهدیدها مانع اطلاع رسانی آنان نمی گردد. خبرنگاران، فعالان مدنی و برخی سخنگویان حکومت در بلخ حمله انتحاری روز دوشنبه در کابل را جنایت خواندند. آنان با محکوم کردن این حمله حکومت را در تامین امنیت جان باشندگان به ویژه خبرنگاران ناتوان می خوانند. دهم ثور خونین ترین و سیاه‌ترین روز در مطبوعات افغانستان. خانواده رسانه‌ها در بلخ برای از دست دادن خبرنگاران در حمله روز دوشنبه کابل سوگوارند. همه اینجا گرد هم آمدند تا از سنگرداران راه آزادی که در حمله خونین روز گذشته قربانی شدند یاد بود نمایند. ما دیگر خسته شده ایم از پیام‌های تقبیه و محکومیت. باید بر ما به عمل نشان بده. ما در آستانه سوم روز جهانی مطبوعات قرار داریم. حکومت کوتاهی کرده، حکومت کمکاری کرده، خبرنگار بیچاره هر برنامه به سر دو پا ایستاده هستند و ساعت‌ها در زیر هفته و در زیر باران اینا گزارش تهیه میکنند. شمار از اشتراک کننده ها از دولت و جامعه جهانی میخواهند تا در قبال این رویداد خونین خاموش نبوده، بل عاملان آن را شناسایی و بدادگاه بکشانند. امید از جان خبرنگاران و پیشگیری از وقوع حوادث اندوهبار اینچنینی را کارهای مناسب و بهتر در آینده داشته باشند. بازای ما از دولت وحدت ملی و جامعه جهانی این استند که باید به هر شکل که باشه مجرمین این حادثه را باید به پنجه قانون بسپاره. شمار از مسئولین نظامی نیز با تقبه این عمله خونین تعهد می سپارند که تا پای جان در کنار خبرنگاران ایستاده و از آزادی بیان
پاسداری می کنند. ما به نمایندگی از نیروهای امنیتی از اردوی ملی در زون شمال با شدیدترین الفاظ این عمل غیر انسانی و این عمل غیر اسلامی این حلقه خبیثه را تخویح می کنم. برخی خبرنگاران دولت را در تامین امنیت جان شهروندان به ویژه خبرنگاران ناکام دانسته می گویند راه همسنگرانشان را ادامه خواهند داد. تأکید می ورزم که هیچگاهی کمر خم نمی کنیم و عقب نمی ریم. تلاش می کنیم هر چند دولت ما را سرکوب کنه، هر چند مخالفین سر راه ما قرار بگیره. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نیز با نشر خبرنامه این عمله خونین را تقبیح نموده و آن را جنایت جنگی می داند. و از نهادهای بین المللی خواستار بررسی جدی این رویداد خونین شده است. ولایت فرار نیز شاهد محکوم کردن حملات انتحاری روز گذشته در کابل بود. مسئولان محلی میگویند پس از این نباید تنها با محکوم کردن حملات بر خبرنگاران اکتفا شود، بلکه حکومت باید برنامه های عملی را برای تامین امنیت جان خبرنگاران روی دست گیرد. اینجا شماره از خبرنگاران، فعالان مدنی و مسئولان حکومتی در شهر فراگرد هم آمده و حمله روز دوشنبه بر غیر نظامیان را که در آن 22 غیر نظامی به شمول 9 خبرنگار جان باختند نکاهش کردند. ما به تطبیق کفایت نکنیم. ما من حیث کسایی که در کشور عزیز با افغانستان زندگی میکنیم مسئولیت و رسالت داریم در قبال مردم خود. ما باید بیشتر از پیش کار کنیم. قانون حق دسترسی برای خبرنگاران هم به تصویب رسانده، باز هم خبرنگاران عزیز ما با مشکلات امنیتی و همچنان حق دسترسی به اطلاعات هنوز هم با مشکل مواجه هستند. خبرنگاران در این ولایت نیز به این باورند که حملات روز دوشنبه نشان می‌دهد که خبرنگاران با تهدیدهای جدی روبرو‌اند. هر ژورنالیست چی دیگه چولنی پیچلی حالت یا ستونزی منعکسه که وینن پاقه جورنالستان رو بریفتیش، پاقه کسان رو بریفتیش. دولت ما صدا میزنه که باید برنامه های مسئولیتی، طرح‌های مسئولیتی بر خبرنگاران داشته باشه. فعالان مدنی در فرا دولت را در عرصه مسئولیت خبرنگاران و شهروندان کشور ناکام میداند. دوی پا دیر میرانی و جرعت بندی حقا در چودنی دای تورزی، پا دیخ بلا بند چودنی کش. دا د میړانې، دا د غیرت، دا د هیواد سره د مینې، دا د مسلک سره د مینې. اما خبرنگاران در فرا تاکید میکنند که حملات بر خبرنگاران باعث توقف کار خبرنگاری در کشور نخواهند شد و خبرنگاران به وظیفه مقدس اطلاع‌رسانیشان ادامه خواهند داد. با این حال اشتراک کنندگان در یک گردهمایی در سرپل نیز حمله بر خبرنگاران را جنایت جنگی میدونند و خواهان تامین امنیت جان مردمند. اعضای شورای ولایتی سرپل رویداد دهم ثور کابل را به شدت نکوهش نموده، حمله به علای خبرنگاران را عمل ضد بشری و دشمنی با آزادی بیان می‌دانند. رسانه‌های ولایت سرپل از شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد خواهان ازی هستیم که تا مجرمین این جنایت بشری در مورد پایگیر قرار دهند. بروز هر چی اگر ما را داعش مطالب انفجار دهد، انتحار کند، ما بازم رای خود را پیش ببریم. مسئولان نهادهای عامی خبرنگاران در سرپل از بخش‌های کشفی و امنیتی کشور تقاضا دارند که عاملان این رویداد را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. اما این را بدانند که آنها برادرانی مثل شما در جای جای کشور دارند. های اول میرن اینا مشکلات و خطرات متقابل میشن تا به خاطر واقعیت ها و صدای مردم اینا صدا بلند میکنن، حمایت میکنن شبکه نهادهای جامعه مدنی. فعالان مدنی نیز در این نشست خبرنگاران را چشم و گوش جامعه توصیف نموده از حکومت خواهان پیگیری این رویداد اند. مسلح نبودن، اینا آمده بودن که مستقلانه بیا گزارش بسازه. تا هنوز هیچ خبرنگاری را ما شاهد نیستیم که رفته باشه جانبداری از یک گروه خاصه کرده باشه. ما زعمای
درجه یک و درجه دو در کشور داریم، ارگان‌های امنیتی داریم، از این طریق امرار معاش میکنن، از این طریق منصب به دست آوردن. خبرنگاران سرپل خود را در غم خانواده‌های قربانیان رویداد دوشنبه کابل شریک میدانند و خواهان توجه بیشتر حکومت به مسئولیت خبرنگاران هستند. با این همه خبرنگاران در جوزجان میگویند تا زمانی که حکومت برای مسئولیت خبرنگاران تدابیر لازم نگیرد، اخبار مربوط به آنان را تحریم خواهند کرد. در حمله تروریستی روز دوشنبه کابل، ده‌ها تن به شمول خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌های داخلی و خارجی جان باختند و برخی هم زخم برداشتند. خبرنگاران جوزجان در واکنش به این رویداد نشست اعتراضی را در شهر شبرغان رندوزی نمودند. حکومت میخواهیم که هرچی آجل باید و با وقت کمک های خدا به خانواده های شهدا و به مجروحین این رویداد بکنند. برخی خبرنگاران در جوزجان میگویند حکومت باید امنیت جان خبرنگاران را تأمین و برای مسئولیت آنان تدابیر لازم اتخاذ کند. این قضیه ساده نیست. در اون منطقه که به حساب تماما ارگانهای امنیتی در اوجه حضور دارند و ارگانهای امنیتی خارجی در اوجه موجودیت دارند، چطور ممکن است که به حساب این مسئله اتفاق بیفته و باعث کشته شدن نو خبرنگار شود؟ در همین حال حکمت الله امینزاده، سخنگوی فرماندهی پلیس جوزجان میگوید تدابیر لازم برای مسئولیت خبرنگاران در این ولایت اتخاذ شده و تلاش ها برای بهبود اوضاع امنیتی در تمام نقاط این ولایت جریان دارد. ولایت جوزجان به فضل احسان پروردگار هیچ کدام چالش امنیتی وجود ندارد. در همه روز شب و روز 24 ساعت گارنیزون در تمام نقاط شهر شبرغان فعالیت دارد. تا یک هفته گذشته 11 خبرنگار در نقاط مختلف کشور جان خود را از دست دادند و 6 خبرنگار دیگر زخمی شدند. کمیسیون انتخابات جوزجان در یک نشست با باشندگان این ولایت بر همکاری مردم با این کمیسیون تاکید دارد. شمار از باشندگان جوزجان اما این روند را ناکام خوانده میگویند. نصب کارت رایدهی بر شناسنامه رایدهندگان چالش بزرگ است که زندگی آنان را با خطر روبرو میسازد. فرید امینی گزارش میدهد. کمیسیون مستقل انتخابات در جوزجان نشست را با متنفذین، فعالان مدنی و نماینده های احزاب سیاسی راه اندازی نمود. امان الله حبیبی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان میگوید روند ثبت نام رای دهندگان با همکاری نیروهای امنیتی ادامه دارد. ما این نشست ها را برای انداختیم تا احزاب سیاسی، جامعه مدنی و سران اقوام متنفذین ما فعال بسازیم تا باشه اینا با کمیسیون همکار باشند. در همین حال شماری از باشندگان جوزجان در حالی که این روند را ناکام عنوان میکنند میگویند نصب کارت رایدهی در شناسنامه افراد چالش زاست و مردم را با مشکل روبرو خواهد ساخت. این پروسه یا روند ثبت نام رای دهندگان موفق نبوده به خاطر از اینکه مردم یک نوع دلهره دارند، چرا که پشت دستگیریشان یک نوع تاپی میخورند. در اینجا یک اشتباه خیلی بزرگ کرده و تا یک مال نمیشه که هم تسکیره توزیع شود و هم کارت گرفته شود. مسئولان میگویند از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در این ولایت تا کنون بیش از 13,000 تن ثبت نام نموده و کارت رایدهی اخذ کردند. سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت.